باد افغانستان، زنده باد بیرق سیرنگ ما. در ادامه برنامه سلام افغانستان هستیم و سپاسگزار هستم که تا این لحظه در کنار ما بودین. در این بخش برنامه دو مهمان خیلی عزیز و خیلی دوست داشتنی در کنار ما می باشه و صحبت هایی با اونا می داشته باشیم. اونا هم آمدن امروز برای تجلیل از روز بیرق کارهایی انجام دادن که بیشتر از خودشان میشنویم. دکتر سیر وفا و دکتر بهار احمد عمری در کنار ما می باشن و صحبت های خیلی شیرین با ایشان می داشته باشیم. صبح شما بخیر، تشکر، بخیر باشید. شما خوش آمدید دکتر. سلام، صبح شما بخیر، صبح مسعود جان، صبح بنده عزیز بخیر. خوش آمدید. دیگه هفته دو بار میهمان شدیم. ولی که امروز متفاوت است. بدور از مسائل طبی هست. امروز با افتخار بیرق سیرنگ ما آمدیم و تجلیل خود کردیم. حتی دکترها با مصروفیت خیلی زیادشون با اون هم مسئولیتشون ادا کردن و امروز میخوان که از روز بیرق تجلیل کنن. دقیقاً. من خیلی خوشحال هستم وقتی چنین موارد رو میبینم. دکتر صاحب خیلی خوش آمدید شما هم و سبانه داریم. من خود سبانه نوش جان کردیم تنه جو سخافت. سبانه نوش جان میکنن یا نمیکنن؟ اولا ما خوشبختانه بگویم ما در شفاخانه یک صبحانه مکلف دکتر بار با تمام پرسنل شفاخانه در نظر گرفتن ما صبحانه یک صبحانه مکلف همیشه وقت داریم. ولی که اکثر روزه که ما شفاخانه ایجا میم چون وقتر میم صبحانه هم میخورم وقتیم روز خوش بخونم با دکتر صاحب صبحانه نوش جان فقط جوس میگیرم. خب دکتر صاحب ما پیشنهاد کنم یا تشکر بس بریم طرف میز بریم. دکتر صاحب چرا عجله دارین؟ چون نمیشه آمده عجله بعد. امروز من میگفتم که دکتر صاحب بریم طرف نسس برنامه امروز دکتر صاحب بریم مسرت الان نمونه. مسرت الان نمونه شاید بگم. ولی یک جذبه داره، یک کشش داره این بیرق ها طرف. وقت که آدم میبینه کشش پیدا میشه و یک جذبه داره. دقیقاً بله و این نشانه هایی که شما هم دارین واقعا قشنگ هست. با خاطر از اینکه شما هم زیاد منتظر نمونید میریم بفرمایید. خوب است، تشکر. خوش آمدین. شما سلامت باشین، خوش باشین. خب ما درباره از این لوگو باید بگویم. ما ایره به افتخار روز بیرق آماده ساختیم و قبلا هماهنگ نشده بود، یعنی بر شما میورد خیر در روز استقلال حتما چندی تا به دوستا خواهد آوردیم و تمام دوستا را از این مستفید خواهد ساختیم. بسیار عالی. خبر شدیم هگان تجلیل های بخاطر روز بیرق در تصاحب های ما انجام دادن و میشنویم از دکتر صاحب بهار احمد عمری که چه کارهایی را و بخاطر تجلیل از این روز انجام دادن. تشکر. از همه اول تبریکی میگیم روز بیرق به بیننده عزیز تلویزیون میوند و به شما تبریک میگم. خدا کنه که یک روز خوب داشته باشیم روز و همچنان صلح در وطن ما بیاید تا امی تجلیل و گرامیداشت از بیرق و استقلال به خوبی صورت بگیره. شفاخانه بلاسم امروز به 200 متر بیرق انشاءالله ما یک حرکت کاروانی میکنیم، به قسمت میرسیم و در سرک بخیر به احتزاز میریم ساعت 5 بجه که با کارمنده و ناس و ذکر ما است و دوستای علاقه مندی که امروی ما اشتراک میکنن انشاءالله روز تجلیل میکنیم. بله خیلی زیاد. امروز کاملا شفاخانه تعطیل است؟ نه تعطیل نیست، کار به صورت نرمال جریان داره. ما روزه جمعه و روزه عید هم نرمال جریان داره کارا، ولی در سبایی که از طرف روز کار میکنن و امروی ما همراه میکنن طرف میشه که بگوین که از دکتر سیر بشنویم که این کاروان از کجا آغاز میشه و تا کجا ادامه داره؟ خب ما باید بگویم که امروز
چون روز بیرق ما میخواستیم خیلی پرشکوتر تجلیل کنیم، ولیکن چون یک مقدار غافلگیر هم شدیم و چون سال اول هست که از این روز تجلیل میشه، ما یک مقدار برنامه رو بوجود که بزرگ هست ولیکن به نظر ما کوچکتر هست و ما یک کاروان داریم که متشکل از کارمنده شفاخانه هست و همچنان اعضای جامعه مدنی هست، چندین سازمان با ما هستن. ما از شهر نو شروع میکنیم با می یک کاروان بزرگ که داریم میریم به طرف قصر دارالامان و ساعت 5 و چند دقیقه که هست دقیقاً متوجه پشمانی است که با تمام مردم افغانستان در سرک ها و بامان برن بیرق به اعتراض در بیارن. ما به اون در قصر دارالامان 200 متر بیرق را کامل ساختیم و به اعتراض در میاریم. بله، که یک جزء از برنامه ما هست. همچنان در کنار ما محفل شعر هم داریم اونجا و دوستای رسالایی هم با ما خواهد بودن. یک علاقل چون سال اول است یک برنامه خوب و منظمتر را خواهد پیش کش کردیم. بله. دکتر صاحب شما گفتین که با همکاری به نهادهای دیگه برنامه رو میخواین برگزار کنین. میشه شفاخانه دیگه هم بگوین که از دیگه شفاخانه هم با شما هستن یا هماهنگی کردین یا فقط با فعال مدنی یک جا تنها شفاخانه که شما هستین در این برنامه شرکت میکنن؟ خب برنامه جان شما پیش گفتین که دکتر صاحب گفتین با وجود کاری که دارن مسئولیت خود درک کردن، ولی که متاسفانه در میان بعض از دوستای دیگه ما اس نبود. ما خواستیم که همهنگ بسازیم ولیکن دیگه شفاخانه یک دلچسپی نشان ندادن. پس به این اساس همون دو شعبه که شفاخانه ما داره ما به دو شعبه را هماهنگ ساختیم با سازمان جامعه مدنی یک جای ما حرکت کرد میکنیم، ولیکن متاسفانه دیگه نهادها و شفاخانه‌ای که بودن نهادهای خصوصی بودن خب یکی فرصت کم بود نشد درست هماهنگ شد و یکی یک دلچسپی نشان ندادن. شاید اونا هم در تالارای خود بعض محفل بگیرن، ولیکن ما خواستیم که بیرون از محیط تالار باشه، چرا که حال اکثر گنجایش محیط یک تالار که در یک شفاخانه هست 150 نفر هست، نمیشه ما یک روز تناب روز بیرق با 150 نفر خلاص بسیم. ما خواستیم در یک محیط مکمل باز در داخل قصر دارمون که امو شکوه و عظمت امانیه است در خوشبخت بازسازی شده خواستیم در روز این محفل بگیریم و با تمام مردم شریک بسازیم. بسیار عالی و واقعا کار خیلی نیک هست. از دکتر صاحب اومدیم میشنویم که هدف ساختن این بیرق چی بود، یعنی واقعا میفهمم که برای تجلیل از روز دادی بود، اما چگونه مفکوره پیش آمد که با 200 بیرق و قسم یک برنامه پیش برین؟ قصه بسیار طولانی است. در وطن ما 40 سال میشه غم، جنگ، انتحار، بدون از چیزا بود. وقتی ما خرد بودم در پاکستان زندگی میکردیم. روز آزادی است و 14 اگست است، از ما 19 اگست. وقتی که وا تجلیل میکردن، در هندوستان تجلیل میکردن، گریه میامد. ما چرا این روز نداریم؟ چرا تجلیل نمیکنیم؟ همان درد و همی بیرق. ما انشالله در روز آزادی بخیر یک بیرق ریکاردساز تقدیم میکنیم که به حدود 500 نفر انتقال میشه. بسیار با عظمت و بشان و شوکت انشاءالله و قصر دارالامان میبریم. بیشتر که بیرق من قدر عزیز است که باید با شان و شوکت انتقال داده شود. بله. و دکتر وفا میخوام شما بپرسم که چقدر خوشبین هستین که همتون ما شرکت کنن در این برنامه با توجه به مسائل امنیتی هم هست، ولی وان هم غرور ملی ما مهمتر از همه چیز هست. چقدر حالا چند نفر قرار است شرکت کنن و چقدر شما توقع دارین از مردم که در این برنامه با شما همگام شد؟ خب در برنامه امروزی چون یک مقدار برنامه نسبت کوچکتر گرفتیم تعداد کمتر اشتراک خواهد کردن، چون 200 متر بیرق هست. همین بفرسیم که 200 دانه بیرق نید، 200 متر بیرق به یک پارچه هست که ما این انتخال میتیم. این محفل است که تعداد از هموطنان اشتراک نید، ولی که مقدار کمتر شاید حدود 300 نفر شود، ولی که در روز استقلال روز 28 درصد ما اضافه تر قسم دکتر صاحب گفتن اضافه تر از 500 نفر هست که یک بیرق خیلی بزرگ 500 نفر باید با ما انتقال بتن. تنها در قسمت انتقال دادن بیرق بزرگ 500 نفر با هم همکار هست. در قسمت ها تعداد زیاد، ولیکن در قسمت خوشبینی مردم گفتین که چقدر ما خوشبین هستیم مردم بیان اشتراک کنن. خب مشکلات امنیتی هست، هر روز یک جز از زندگی روزمره ماشه، ولیکن ما جوانا، ما مردم زیر زمین بیرق به دنیا آمدیم و روز و زیر زمین بیرق از دنیا میریم. پس باک و ترس نداریم و انشالله تا زنده هستیم با افتخار از این بیرق، با افتخار افغانستان میرزمیم و در کنار افغانستان میمونیم. و خیلی خوب است که مردم ما از امو
عظمت و خوبی بیرق ما بدانند. قسمی که در رنگ های بیرق راز نفته است که میشه ما بگویم که رنگ سیاهی از او که امور دوران جهالت و گذشته نشان میتو و رنگ سرخ از او رنگ خون شهدای ما بود که رنگ خوبی را که رنگ سبز است رنگ شادی رو ما دارد و فعلا ما خوشبختانه در حال رنگ سبز هستیم، یعنی به طرف یک آینده خوب میریم و امیدواری ها خیلی حضور داره. انشالله دوست های زده با ما حضور به هم میرسانند و من از همینجام دوست دارم میگم که اگر دوست دارین بیاین میشه قبل از قبل با ما هماهنگی بکنین، بیاین با ما هر قدر که دوستان بیشتر اشتراک کنن محفل پرشکوه‌تر میگیریم و با افتخار کشور ما پاکوبی خواهد کردیم. من مطمئن هستم که فقط شما آغاز کنین، وقتی که گفتین از شانو آغاز میکنین فقط شما شانو آغاز کنین، هر هموطن ما که بیرق سیرنگ ما را ببینه با شما همراه میشه بدون هیچ کدام هماهنگی. من مطمئن هستم اگر می شما را ببینم با بیرق با شما هماهنگ میشن و با شما به یک راه ادامه میتن. دوتر سبومری از شما میشنویم که این بیرق کلان در کجا ساخته؟ این قدر کلان؟ من هرچی فکر میکنم تصور میکنم چقدر کلان از این در کجا ساخته شده؟ بیرق خو هر رنگی زی 200 متر است، یعنی رنگ سیاه 200 متر است، رنگ سبز 200 متر است و رنگ سرخ زی 200 متر است. باز هر زی تقریبا 30 متر می در هر 4.5 متر یک نفر دستبند داره که می دستبند میگیریم. تقاضای ما از دوست است که بیرق در زمین نمانه، هی بیرق مادر ماست، همان رقم که به مادر خود احترام میکنیم باید احترام و قدر زی بیرق شود. خیاط هنوزم کار میکنه، یعنی امروز هم تمام نشد؟ این بیرق تمام است چون ما برای یک بیرق کلان روز استقلال او 30 هزار متر مربع بیرق است بخیر که بسیار یک دور دراز است. انشاءالله میبینین شما، ما کوشش میکنیم که رسانه خوب پوشش بده تا نسل آینده ما نسل جوان ما به می جذبه حب الوطنی کلان شوند که من نمیفهم که چیزایی که ما در پاکستان دیدیم، ما با سرود ملی استاد میشدیم در هر جایی که میبودیم، ما در دروازه داخل میشدیم سرود ملی می بودم، قدم که هر جای می شنیدیم ما به تهرسه استاد می بودیم، ولی اینجا نه به بیرق احترام است و نه به سرود ملی. با امید زی که یک روز خوب داشته باشیم، بله. تمام مردم ما احترام به می بیرق و به می وطن داشته باشه چون مادر ماست. بله، حتی اگر ما به کشور دیگه هم میریم پناهنده میشیم، ولی وان هم عشق وطن هیچگاه از دل ما نمیره و عشق بیرق هیچگاه از دل ما نمیره. بیرقی که گفتیم که قرار ساخته شوه، طرح کی بود و کی ها نقش داره در ساخت این بیرق؟ تر امو درد و رنج و محبت وطن است که خودم این فکر کردم که باید با جوانه عزیز چیزی نشان بدم که آینده بخیر، به سال آینده یک کس 2000 متر دراز بیرق جور کنه، 3000 متر بیرق دراز جور کنه، از 500 نه 1000 نفر او را انتقال بده و بسیار خوبی او را انتقال بده. ما انشاءالله بیرق باز تحفه میتیم به قصر دارلمان، که در قصر دارلمان نگاه شوه و به مردم کسانی که بازدید میکنه از قصر دارلمان ببینن و تشویق شوند به سال آینده بخیر از این که کلانتر بیرق داشته باشه. انشاءالله همین گونه می باشه. دکتر صاحب سر میگن در اول بیرق خود دانستین؟ خب ما خیلی افتخار بر ما خواب بود که ما در اول بیرق باشم، ولیکن بزرگای دیگر هستن، ما کوچکشان هستم، ولیکن از هر قسمت از او بیرق ما بگیرم یا در اصلا نمو عضو انتقال دهندگان بیرق هم اگر باشم، ما به ما افتخار خیلی بزرگ هست. چون که بیرق قسم که رئیس گفت مادر ما هست و احترام به مادر ما و خدمت کردن به مادر افتخار هست. ما هم آرزا دارم به تایید گفته رئیس صاحب که به نسل آینده حداقل یک پیام باشه که ما آزادی داشتیم و ما آینده هم آزادتر خواهد بریم. یعنی ما میخواییم با چنین کارهای نمادینه به نسل آینده یک الگو بانیم یا یک پیام را بگذاریم که یعنی شما باید با آزاده بودن و آزاد زیستن فکر کنیم. دقیقا. نشه که نسل، خب ما به نوع ارتباط داریم با دوران استقلال که ام چند سال که گذشت و تجلیل شد، ما هم مفکر کنیم که نشه که با خاموش ماندن ما نسل آینده اصلا شکای امانی و امو استقلال ما را فراموش کنند. پس به این خاطر خوب است که
ما چونین کارای نمایندین یک مقدار بیشتر نسل آینده را تشویق کنیم، اطفالی که میبینه اونا را تشویق کنیم. خیلی زیبا و خیلی خوشایند است که اونا هم یک ایده در ذهن خود داشته باشن که در آینده هم اونا بکشن تا خوبتر تجلیل کنن و بهتر استقلال فکری خود به دست بیارن و استقلال سیاسی خود به دست بیارن بیشتر. دقیقاً بله. تعداد را که شما مشخص گفتین 300 نفر که کسایی که هماهنگی شده بله. کنن. چقدرش بانوان هست؟ خب فیصدی زیاد از بانوها همراه ما هستن، ولی که قسمی که شما گفتین مشکلات امنیتی هست، یکی که برنامه اصلا بعد از ساعت 4 عصر است، بعض از بانوها نتونستن شرکت کنن، ولی که خوشبختانه حدود 40% از برنامه را بانوها پیش میبرن. خیلی عالی هست و مطمئن هستم. گفتم که به یک بار دیگه میخوام تکرار کنم این گفت من کمی شما که آغاز کنین، باز خودتان خواهد دیدین که بیرقی که همین پیشتر شما رفتین جذبه داره و کشش داره که چی رقم تمام هموطنهای ما طرف خود جذب میکنن و برای بلند نگه داشتن و برای گرفتن بیرق و برای انتقالش چقدر کوشش میکنن. خب ما امیدوار هستیم که مردم همراه ما یک جا شون و دور از تمام تعصبات و دور از تمام مشکلات هست و دور از تمام امو استرسی که دارن بین در کنار ما یک جا شون و یک روز بعد نام افغانستان تجلیل کنیم و یک روز بیرق را که نه مربوط تاجک هست، نه مربوط پشتون و نه هزاره و نه ازبک هست، مربوط افغانستان است، از او بیرق تجلیل کنیم. بیرقی که ما زیر از او با عزت میمونیم و بیرقی که ما زیر از او با هم اتحاد داریم. بله. خیلی خوب است که ما زیر از دو بیت یک روز از این بیرق تجلیل کنیم. ما یکی از چیزایی که این بیرق خیلی دوزرمی است که تاجک و پشتون از هر قوم میره زیر از بیرق یک جای میشن و تمام ما اگر هر قومی که میگم ما جدا هستم باز هم برمیگرده به این نام افغانستان و زیر این بیرق و زیر این بیرق ما افتخار میکنیم. ما قسم قبلا گفتم زیر از این بیرق ما به دنیا آمدیم و انشالله زیر از این بیرق از دنیا خواهد رفتیم. انشالله بله. و دکتر صاحب میشه که به حرفای اخیرتان داشته باشین، پیامی که به مردم دارین و خواستی که از مردم دارین مخصوصا برای این روز بزرگ؟ پیام ما به مردم است که افغانستان دوست داشته باشین. همین افغانستان است، هر جای بریم به نام افغانستان یاد میشیم. بس کوشش کنیم، زحمت بکشیم تا یک وطن آباد و صلح آمیز داشته باشیم، تا یک روزه خوب از بیرق، روزه آزادی خود و تجلیل کنیم. ممنون، سپاسگزار هستیم. دکتر صاحب شما هم از شما هم بسیار تشکر و امیدوار هستم که راهی را که امروز در پیش دارین همیشه هم گونه سبز باشه و همیشه گام هایتان استوار باشه. بسیار تشکر. از زمین برنامه خیلی کوتاه داریم، ما دوباره برمیگردیم.